فیلم قوی سیاه با کارگردانی دارن آرونوفسکی که به تازگی در اروپا اکران شده است با موفقیت زیادی روبرو شده است. در این فیلم ناتالی پورتمن در نقش بالرینی جوان به نام نینا ظاهر می شود که با مادر به شدت سختگیرش در نیویورک زندگی می کند. نینا دختر ساده است، اما هنگامی که در حال آماده کردن خود برای ایفای نقش رویاییش در بالای دریاچه قومی باشد، روی تاریک شخصیتش آشکار می گردد. دارن آرونوفسکی کارگردان این فیلم میگوید در این فیلم یک داستان تخیلی را به تصویر کشیدیم که کار دشواری بود. البته قصد ما این نبود که آنچه در دنیای باله میگذرد را نشان دهیم. میخواستیم نمایش باله دریاچه قو را با یک داستان تخیلی بیامیزیم که همه این موارد را با هم داشته باشیم. ناتالی پورتمن میگوید از یک سال قبل روزی 5 تا 8 ساعت تمرین باله و شنا می کردم و تمرین رقص با گروه را از 2 ماه قبل از فیلم برداری آغاز کردیم. وینسنت کسل هنرپیشه فرانسوی که در این فیلم نقش مربی باله را ایفا می کند میگوید خب من از قبل هم با کار ناتالی آشنا بودم و میدونستم که هنرپیشه با استعدادیه و از پس هر نقشی برمیاد، اما با دیدن پیشرفتش در باله تحت تاثیر قرار گرفتم. این فیلم برنده بسیاری از جوایز نیز گردیده است، از جمله نامزد گلدن گلوب در 4 بخش که در نهایت ناتالی پورتمن برنده جایزه بازیگر نقش اول شد. او میگوید خیلی هیجان انگیزه که تماشاگرها اینقدر از این فیلم استقبال کردند. منظورم اینه که آدم وقتی یه فیلم میسازه آرزوش اینه که تماشاگرها با اون فیلم ارتباط برقرار کنند و ازش لذت ببرند. و ما این جواب از تماشاگرها گرفتیم که خیلی احساس خوبیه. نمایش دریاچه قو نیازمند بالرینی است که بتواند هم نقش قوی سفید را که مظهر بیگناهی و زیبایی است بازی کند و هم نقش قوی سیاه را که مظهر خیانت است و شهوت پرستی. اینا کاملا مناسب نقش قوی سفید است، اما لیلی بالرین دیگر تجسم قوی سیاه می باشد. به موازاتی که دوستی این دو با یکدیگر ادامه پیدا می کند، روی تاریک شخصیت نینا پدیدار می گردد.